صحبت می‌کنم در رابطه باقی لحمت شاید را با آقای خلیل احمد شهید زاده عضو مجلس نمایندگان سلام شما خوش آمدید آقای شهید زاده بحث نامزد وزیر رو با کجا رسید حکومت چرا تا معرفی نکرده؟ بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما همه هموطنان عزیز یقینا یکی از نگرانی های همیشگی پارلمان هست که تفکیک قوا در قانون مشخص شده که هر قوه به اساس دروشنایی قانون کار خود باید انجام بده و حکمت متاسفانه همواره در یک قسمتی که از وقتی که پارلمان افغانستان شروع شده چه در حکمت گذشته چه حکومت فیلی در این قسمت همواره کندی کار یا خلاف قانون و مقررات کار انجام داده که بحث سرپرست های وزرا هست و در این اواخر که حکمت خود حکمت یک از کاندیدای محترم اسنادهایشون فرستاد کتبا اینا رو معرفی کرد و در اجندای مجلس شد که در یک از اجنداها اینها معرفی بشن متاسفانه که به دلایل نامعلومی که هنوز به کسی روشن نیست که چی علتی هست به تأخیر معرفی وزرای محترم کابین به یعنی فکر میکنید احتمال داره که در همون لیستی که کتبند فرستادن تغییراتی با میان بیاید؟ خب حرفایی که از برون حکمت بب... از درون حکمت به بیرون شایع میشه یا برداشت هایی که میشه این است که حکومت در درون خود به چالش هست یعنی برای گزینش یک کاندید وزیر زده خردهایی دارن چون حکومت حکومت وحدت ملی هست سلیقه های متفاوت هست قدرت های متفاوت هست سهمی های متفاوت هست هر کس کوشش میکنه که نفر خود یا مورد نظری که داره در یکی از کاندیدا بگنجانه وقتی که مورد نظرشان نیست باز فشار وارد میکنن حتی در اواخر ما شنیدیم که بعضی از وزرایی که واقعا موفقن مردم از اونها راضی هستن دستاورد دارن اما چون فعلا در تارگت اینها برابر نیست اینها باید قربانی بشه یعنی در واقع با, با سلیقه ها به حد آج گرفته که در واقع به خاطر صبات یا سلابت نظام کار بشه کوشش میشه که فلان وزارتخانه از کی فلان وزارتخانه از کی آن وزارتخانه چی گونه باید معامله بشه و اینها با ساختاری که همین حکومت داره این سهمیه بندی برای شما قابل قبول نیست خب ببینید این سهمیه بندی متاسفانه که جزء پذیرش به وجود آمدن نظام یا حکومت وحدت ملی شد یعنی این دیگه از دست ما خارج هست یعنی حکومت با همین روحیه شکل گرفت اما برداشت ما بود... باید فراموش نکنیم که در حکومت قبلی هم که با وجود که چنین ساختاری نداشت همین بحث مطرح بله در حکومت قبلی هم متاسفانه سهمه های بود و کسایی که در کمپاین ها شرکت داشتن این سهم خود گرفتن اما در این حکومت دیگه ای جزء قانون شد متاسفانه بعد این جزء قرارداد شد با هم قرارداد بستن یعنی میتونیم بگیم بیشتر از این که به ساختار حکومت یا قدرت رب داشته باشه اصلا اصول سیاسی سی در افغانستان همین منوال شده در تمام ما. متاسفانه متاسفانه همین که ما ثبات سیاسی نداریم ما به یک حکومت مقتدر نمیرسیم وقتی که اصول ما بر مبناهای چنین سلیقه ها و مصلحت ها انجام میشه ظرف ظرفیت از دست میدیم ممکنه خیلی کسایی باشن که با ظرفیت های بسیار کلان میتونه یک مدیر خوب بشن اما چون در یکی از این جناها و ارگانها بستگی ندارن او را از دست میدیم ما مجبوراً برای کسی باید تن بدیم یا رای بدیم یا او را وزیر بسازیم که اینها متعلق به چین جریان ها. حال اگر اون شخص یک انسان مدبر و خبیری بود که خب اگر نبود پس معلومه که نظام به طرف قربانی میره آقای شاید دو تا از نامزد وزیر رو معرفی شدن و گفته میشه اسنادش هم با های مشخص شما داده شده برای بررسی چرا در مورد این دو نفر تصمیم نمیگیره مجلس اسنادهایی که قبلا بر ما داده شده بود کاندید وزیرا رو ما از کمیسیون ما که جوابای مکاتبی که ما به ارگانهای دولتی دادیم آمده همه پاس کردیم ما به, به کمیته رؤسا یا به هیئت اداری دادیم ولی افرادی که تازه بر ما آمدن تحت کار هست ممکنه که اینها هم اگر اسناد و مدارکشان ترتیب بشه اینا مشکلاتشان رفع باشه اینها را ما به هیئت اداری تسلیم میکنه ولی که تقریبا بیاد من هست هفت نفر که قبلا معرفی شده یا هش نفر اینها اسنادشان تکمیل شده فعلا بیعت اداری هست تمام جواب مکاتب ما از وزارت معارف وزارت تحصیلات عالی برای ما رسیده یعنی کسایی که جدیدا اگر معرفی بشن تایم مراحل میشه اما پس چرا روند رای دهی ده؟ حداقل این کسانی که کارشان به پایان رسیده و بررسی اسنشون صورت فقط اینا منتظر منتظر معرفی حکومت هستیم که رسما یعنی شما میخواید با یک بارگی کابینه معرفی اگر چی یک بارگی باشه قانون برای ما چیزی نگفته که دولت میتونه به یک بارگی کتله بفرسته میتونه تنهایی بفرسته این کار حکومت هست یعنی بر ما هیچ فرق نمیکنه از لحاظ قانون ولی فعلا مجلس چه این تصمیم مجلس در اوایل تصمیم جدی داشت که کسانی که سرپرستن تفکیک قائل نشن عدالت مراعات بشه تمام ادارات قوی بسازن ای تو نشه که وزارتخانه که تقریبا به نوعی شخص وزیر بی پشتبانه هست یا همو کسی که او را کاندید داده بود فعلا علاقه خود از او کم کرده به جایگزین از او کسی را میفرستند اما وزرایی که کاندید قوی سرپرست قوی دارند یا افرادی که آنها را حمایه میکنه پاشان استاده است مجلس به خاطر تامین عدالت و به خاطر شفافیت و به خاطر ثبات نظام این چیز را گفت اما باز هم با آنکه حکمت حکومت را معرفی کرد پارلمان افغانستان ولسی جرگه با رویه همکاری که با جانب نظام داره میخواد که این نظام قانونمند بشه همو ادعای را پروسس کرد اسنادشان و انتظار میکشه که اینا رو حکومت رسما معرفی بکنه و بعد رای دهی میشه و پروسه رای دهی است که خدا بکنه که رای بگیرن و بتونن وزارت خانه از سرپرستی و از بی‌سرنوشتی نجات پیدا کنه دغدغه و تشویش مجلس چیست مجلس نمایندگی از مردم میکنه که هر روز مردم در خانه وکیل میزنن و گلایه و شکوه از وزارتخانه دارن که در فساد است رشوت است اختلاس است کسی کارم نمیکنه و همه برمیگرده به که او وزارتخانه سرپرست داره او وزارتخانه وزیر نداره وقتی که وزیر در, در, در یک مدیر قوی نداشته باشه و کسی از او اطاعت نمیکنه در درون وزارتخانه چند دستگی ایجاد شده بنا روحیه مجلس این است که چگونه این نظام قانونمند سازه اما نظام یا حکومت در درون خود متاسفانه با یک سلیقه ها و با یک حرفای درگیر شده که از همین روحیه توافقی ولسی جرگه هم بر خود استفاده درست با نمیتونه بکنه که به خاطر هم که این روزها در داخل خود مجلس وجود داره و ایتام هایی هم که وارد میشه بخشش هم به این برمیگرده که برخی از اعضای مجلس هم موافق هستن که اصلا در این روزها تو معرفی نشه به خاطر که مجلس خودش در درون خود خب مشکل داره چه همین چند روز که بین معاون و, و رئیس یا رئیس م... دفتر پارلمان دارالانشا ای کار شده خب اینا تایی ای همین هفته هست ولی در گذشته چنین چیزی وجود نداشت و برای فعلا خب متاسفانه که این قضایا تاثیر خود گذاشته اما تاثیر کاری نداره بیشتر تاثیر روانی گذاشته بر که در سهم خود در, در میخوای کار بکنه که این چالش از چرا وکلایی که در واقع خلاف این همه تنش ها هستند اینا یعنی دست به کار هستند دست به کار هستند با کمال تاسف که گرچه روان جامعه را تخ... تخریش کردند و حق هم دارند چون مردم از نمایندگان خود چنین انتظاری ندارند و یک ایده بسیار کمی ممکنه هفت نفر یا هشت نفر اول خو اینا سه نفر چهار نفر بودن باز حلقه شون حال ممکنه هفت نفره باشه این هفت نفر تقریبا به نوعی پارلمان افغانستان به گیروگان گرفتن ما دوست دارم که مردم افغانستان و قضاوتشان این باشه که ببینن چه کسانی در درون این خانه سو استفاده میکنن، قلدوری میکنن، به حق یک دیگه میتازن. خب دقیقا تاکید شما میتونه که, این ما که و و و و به دست به کار شدن و, کلای، و کلای محترم مردم بعد با دست به کار شدن میخوان که از این بیشتر نگذارن که اینا باعث مصیبت بشن و اینا را به اول خ اینا را نصیحت میکنن دیگه اگر نشه با بعد امو انضباط برخورد انضباطی با اینا بشه و اکثر وکلایی که واقعا روح... روحی مجلس رو نمیپذیرن و این باور هستن که وظیفه اینا به تعلیق بیاید اتهام هایی که وارد شده تنها فکر میکنین با مسئله مثلای... مثلا نصیحت میتونه حل بشه ببینید اگر بررسی بشه اتهام اختلاس فساد هر کدوم مجرای خود داره سارنوالی هست مبارزه با فساد است تفتیش هست اینا باید کار خود رو بکنن بحث درون مجلسی کسی خلاف مقررات و خلاف طرز عمل حرکت کردن یا به ساعت یازده شب رفتن به تلویزیون اینها جایگاه قانونی نداره اگر مشکلی هست بعد از مجرای قانون اگر هر جا مشکل خلق میشه از مجرای قانونی باید پیگیری بشه فعلا جدا از خود داخل مجلس آیا نهاد دیگه هم برای بررسیش کار خودش شروع کرده من فکر نمیکنم گرچه که از به ارگان های دیگری هم داده شده و من بیشتر فکر میکنم همه انتظار میکشن که خود مجلس چی فیصله داره و یقینا که نتیجه موضوع اگر بحث جرمی پیدا بشه یا موضوعات اخلاص اختلاس طبعا باید ای به نهادهای اطلی و قضایی سپرده بشه چرا که باز نهادی که موضوعات رو پیگیری بکنه این باز خود پارلمان نیست و با نادهای بالاتری هست دیگری هستند که این آدها در راستای خود میتونن که کار کنن. شما میدونید که مردم از شما خیلی انتظار دارن به خاطر که ها همیشه وارد میشه و حتی هم گفته میشه ما اسناد در اختیار داریم. حداقل مردم از شما ها میخوان که روی از این مسئله خیلی فشار بیارین و تاکید داشته باشین کسانی که ادعا میکنن اسناد دارن اسناد حداقل در اختیار شما قرار بدن تا شما به مراجع مربوطش بتانین برای بررسی قرار بدین یقینا یقینا که این بار این اتفاق میباریم. یقینا که ما هم آرزو و خواهش شما هست که وکلایی که دستشان به فساد به, به آغوشتنی است سوء استفاده نکردن وکلایی که با عزت در درون پارلمان سکوت اینها هم به نوعی سبب میشه که شک مردم بیشتر بکنه بعد دیگه از این بیشتر سکوت نکنن اختیار زمان امور به دست چند نفری که حرف اینا میزنن قلدوری اینا میکنن جنگ اینا میکنن در واقع به این فرصت ها ای داده نشه و این هم بهانه نمیشه بعضیا میگن که پارلمان های دنیا هم بله در پارلمان های دنیا به خاطر مسائل موا... های قانونی یا مسائلی که در واقع یک مواد که در اونجا داخل میشه مواد قانونی رو زو جر بحث دارن منافع ملیشون هر کس به نوع خود تعریف میکنن اما شخص. بحث شخصی ندارن که یک نفر با کسی دیگه از لحاظ فیزیکی یا یک کسی دیگه به او تهمت بزنه یا یا خدای نخواست بی حرمتی بکنه اما متاسفانه افرادی که در درون پارلمانم ما به این کارها دست میزنن اینها افراد هستن کاش یک روز جانب قضیه کلان ملی موضوع تذکر الکترونیکی می بود موضوع انتخابات می بود موضوع قوانین بودوجمی بود این موضوعات هیچ ش... بسیار جای افتخار هم هست که کسی بتونه ا... چی بکنه اما متاسفانه امروز یک عده به نوعی گروگان گرفتن و انشالله کار جریان داره و قضاوت عمومی مردم افغانستان آرزو مندیم که بفهمن تفکیک کنن که چه کسانی تا حالا طی 5 سال اینها سوء استفاده کردن ثروت را اندوختن مال از کجا پیدا کردن مردمی قضاوت داشته باشه تا در انتخابات آینده باز فریب این نخورند. را نخورن احمد شهید زاده عضو